چطورید برابرش با یک ویدیو آموزشی خفن دیگه برای این پچه هفت و پچه چند دوم اکچولی بذار نگاه کنم پاگینا رو زدن پاگینا عالیه هم جلوی شهدیمن واردش تو لاین خوبه هم جلو سند خوبه آقا من سند رو یادم رفت بهتون بگم که چه شکلیه آها می‌خواستی اون روز بگی آره بعید بدونم ویدیو کنی ولی ببین موجی تا کوت پارشه بین دو گیم همونو ویدیو میگیرم تا بریم گیم دومو نگاه کنیم این ویدیوشو براتون میگیرم چون موجی گفت تو عمرن این ویدیو رو نمیگیری و من می‌خوام این ویدیو رو بگیرم فقط برای اینکه به موجی ثابت کنم که این ویدیو رو میگیرم منم اینو نمیذارم این استوری تو پارشی نه دیگه موجی قبول نیست نه این قبول نیست دیگه این نامردیه خب چطورید برای بچه یه ویدیو آموزشی خفن دیگه واسه تون دارم برای پچه 731 که بی که اخیراً دوتا پیک متای خیلی خوب داریم که جلوی همدیگه پیک میشه سندکین کلن تو این پچ خیلی متای تو تورنمنت ها جلوش هم پاگینا میکشن فقط و فقط به یک علت نه فقط به یک علت ولی خب این علت خیلی تاثیر داره اونم این که زمانی که پاگینا واردشو میکاره رو زمین سندکین شیشش عوض شده و مانا کاستش الان آخر کاست شیششه و به محض اینکه شیشش میخواد اکتیو میشه پاگنوارد بهش دمیج میزنه و بلینکش برای 3 ثانیه کنسل میشه اگه نگاه کنید الان من نمیتونم بلینک کنم و تقریبا کل پالسای شیشم میره تو این 3 ثانیه و همین دلیل پاگنا خیلی قویه جلو سندکینگ و رنج واردم خیلی زیاده یعنی تا اون دور دورا هم باز شما نمیتونید بیاید تو فایت چیکار میتونید بکنید شما میتونید فرست آیتم با سندکینگ راش کنید برای هود اگه خوب فارم کنید تو لاین مینه 5 و 6 هودتون میاد بعدم 3 4 دقیقه بعدش بلینکتون میاد و با شیش لول 1 که 150 تا مانا کاست داره شما اگر هود داشته باشید بریر هود باعث میشه که حتی اگر پاگینا 4 لول وارد گرفته باشه یه سری که اصلا وارد لول 1 میگیرن که هیچ ولی فرض کنیم 4 لول هم وارد گرفته باشه این بریری که هود بهتون میده باعث میشه که شما بتونید بیلینگ اولتی کنید اگر شیشتون لول 1 باشه چون 150 تا مانا کاست میخواد پس ببینید من الان وارد رو میکنم رو زمین ولی با اسکی خیلی راحت هود رو روشن میکنم 6 شیفت بیلینگ میزنم و میبینید اوکیه این قضیه کار میکنه اما اگر شما لول 12 بشین و شیشتون لول 2 بشه دیگه این هود کافی نیست نگاه کنید الان من براتون تست میکنم الان کارم واردو شیفت بلینک میزنم از هودو نزدم کیک دبل واردو میکنم رو زمین هودو میزنیم اوکی 6 شیفت بلینک میبینین این بریر رو کامل میشکونه دمیج میده به خاطر اینکه مانا کاست شیشه من میره بالاتر و دمیجی که میخورم بیشتر میشه بنابراین شما لول 12 چیکار میکنین شما لول 12 یه رین دراپ 225 تا گل ناقابل اضافه میکنید به این دوتا و خیلی راحت دوباره حتی اگر پاگنا لول 4 باشه واردش میتونید چیکار کنید این هودو یوز کنید و خیلی راحت همون کمبو رو بزنید بلینک و ادامه ماجرا و همین سادگی پس لول 12 اگه شیشتون 2 بشه شما هود به علاوه رین دراپ لازم دارید که بتونید کمبوی 6 بلینک رو بزنید و اما اگر شیشتون لول 3 بشه و 300 تا مانا کاستش بشه دیگه شما هر چقدر هم ماجیک رزیست داشته باشید یا پایپ داشته باشین یا نمیدونم هر چیزی داشته باشین این دیگه فایده ای نداره یعنی کار نمیکنه یعنی من الان پایپ هم یوز کنم میبینین باز این نمیذاره که من بیلینک بکنم حتی اگه رین دراپ داشته باشم یا چیزی اما لول 18 میشه مثلا مینه 25 6 7 اینطورا و تا اون موقع دیگه سنتین یا بی کی بی داره و میتونه همین کارو با بی کی بی انجام بده یعنی بی کی بی کنه 6 کنه بعد بیاد کمبوشو بزنه یا اینکه اون موقع اصلا دیگه حالا آقانیم داره و یه راه دیگهش ها لول مثلا 18ش که مینه 26 هفته بازی تایمینگش دیگه میتونه روی پاگنوارد اینطوری اولتی بزنه یعنی خیلی راحت با آقانی مثلا بزنه با بیلینک نزنه مثلا اینم به حال یه راهشه بنابراین اگر میخواید جلوی پاگنا سند بازی کنید و یه جورایی آن پلیبله به خاطر اینکه واردش خیلی بد سند و کانتر میکنه شما میتونید این ست آیتمی که گفتمو بخرید برای 6 لول تون در واقع هود داشته باشید برای شیشه لول 2 تون هود و رنج راب داشته باشید و برای شیشه لول 3 تون یا بی کی بی آقانیم اد بکنید اینم نحوه که شما چجوری تو این پچ جلوی پاگینا سندکینگ بازی کنید موفق باشید لایک کامنت سابسکرایب پیمان آن میوت کن به بچه ها بگو که چنل رو لایک کن کامنت کن سابسکرایب کن و به موجی هم بگو که ویدیو رو هایلایت کنه بذاره اینستاگرام خوشا هم نکنه اونایی که من ندارن منو سابسکرایب کن نه منو سابسکرایب نکن این تیکر رو کات میکنم ای بابا نشد بله همین دیگه آقا موفق باشید
بوس بهتون.